بحث صالح که قرار انسان به مقام صالح برسه و ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بحث تعریف صالح چی بود؟ صلح با، صلح با کسی که به صلح رسیده میشه صالح. صلح با چی؟ با خدا، با هستی، با خود، با دیگران. لذا حالا ما برای چجوری با خدا به صلح برسیم؟ صلح با خدا از آسان‌ترین و راحت‌ترین بخش‌هایی است که در دنیای عرفان اتفاق می‌افته. خیلی ساده است. میریم توش یه مقدار این ور و اون ور و گشت و گذار اینا، یه دفعه می‌بینیم که اصلا ما با خدا تضادی نداریم. بی خودی قبلا به اصطلاح دست به عقب بودیم اونها. صلح با هستی هم به همین صورت، صلح با خود در ورله بعدی دیر و زود خود کرنجا میریم، یه سری چیزها رو میفهمیم که کجا هستیم، اینم انجام میشه. اما صلح با دیگران که گفتیم خان اصلی دنیا عرفانه، یعنی خان اصلی رو که از همین از اولم برای چی رفتیم دنبال کار فرادرمانی؟ برای اینکه بریم تو دل مردم، اون خان اصلی رو اینجا فاز اولش رو طی بکنیم، بریم تو دل مردم. وقتی رفتیم تو دل مردم میبینیم که هر کسی یک دردی داره بی درمان و مخصوص به خودش. خب شما با هر کی صحبت کنید میگه که نه، این دردی که من دارم هیچ کس نداره، هیچ کس مثل من. اینو شما زیاد شنیدین دیگه. خب باید بریم اینو متوجه بشیم تا بعد بیان ببینیم که انسان دردمنده، انسان قابل ترحمه، و بعد زمینه اون صلح رو چگاه کنیم، فراهم کنیم. وگرنه همینطوری نمیشه این صلح رو ایجاد کرد، همینجوری نمیشه تضاد با دیگران حل بشه. به پند و نصیحت هم نیست. مثلا به عنوان مثال هر کی رو بخشیده بعدن پشیمون شده، درسته؟ هر کس هر کسی رو بخشیده بر اساس پند و نصیحت و یه لحظه احساسی شده جب گرفتهش بخشیده، فردا پشیمان شده. این اشترام ناپذیره. و در یه جایی میبینیم که هیچ کسی رو نبخشیده، به دلیل اینه که ماجرهایی تو این قضیه کمه.